خب الان که اومدی اینجا، اینجا حداقل بگو چی رو بگم؟ بس چی دنبالتن؟ خب پدر مادرم رو کشتن، قتلشون رو انداختن گردن من، میگم من قاتلشونم. تو این وضعیت من شوخیای تو هم واقعا دیگه خطرناک. سارا زندگیم شده این اون شعره، میگن گر از آسمان بلایی خواهد آمد، گر قضای دیگری باشد، به زمین نارسیده میگوید محمد علی رضایی کجا باشد. چند بار ازت تو بیمارستان پرسیدم مشتاق کیه؟ این شرکت ویتو گالینگور اینا چیه؟ هی به هم گفته اینجا میکروفون داره، دوربین داره، نمیتونم بگم. خب الان اینجا نه میکروفون هست نه دوربین. سارا هرچی کمتر بدونی به نفته، لطفاً بهم میگی الان تو بیمارستان چه اتفاقایی افتاد؟ بهت میگم تو بیمارستان چه اتفاقی افتاد که به هم بگی چرا دنبالتن. فقط تا زمانی که سرامشون تمام بشه و آنژیوکتشون رو جدا کنن مهمان ما هستن. این برگه ترخیص. گفتن خودشون تمام هزینه‌های بیمارستان رو پرداخت میکنن. این حرف من نیست، پیغام رئیس بیمارستانی که خواست به شما برسونم. گفتم به شرطی که دیگه پاتون رو اینجا نذاریم. خانم پرستار، شما یه پیغام از طرف رئیس بیمارستان آوردین، یه پیغام از طرف من به ایشون بدین. بفرمایید خانم دکتر سماوات گفتن نیازی نیست شما هزینه های ما رو پرداخت کنین. بیمه داریم، بیمه تکمیلی داریم، پرداخت میشه. فقط یه دستی به سر و وضع این بیمارستان بکشین. بیشتر شبیه رستوران تو راهی تا بیمارستان. من معذرت میخوام، شرمندم خانم. با اجازهت. یا الله. سلام علیکم. بفهمید. سلام علیکم. تسلیت عرض میکنم خدمتون بابت خواهرتون و همسرش. خیلی ممنون. بنده رو که میشناسید، من گلباشی هستم، بازپرس پرونده خاله و شوهر خالتون. خانم این نامزد گرامیتون خیلی کار بچگانه ای کرد. حتما یه دلیلی بر خودش داشته. چه دلیلی اگه بیگناهه؟ شاید ترسیده ببرنش زندان. بره زندان بفرستینش، بنده اعدامی ها یه اعدامی کارشو بسازه، شما هم بیفتین دنبال اعدام کردن اون اعدام. خیلی آدم بی منطق و بی فکریه. قضاوت نکنی محمد علی، نه بی فکر نه بی منطق. شما دائم البازپرسی؟ رو تخت بیمارستانم؟ سرکار خانم سماوات، عنایت بفرمایید به محمد علی بگید با همون دلایل منطقی و فکر شده که در رفت بیاد پیش من. من نمیدونم محمد علی کجاست که بخوام بگم بیاد پیش شما. ما اصلا نمیدونیم زنده است یا زبون هم زنده است. پدر محمد علی از دوستای نزدیک من بود، یا بهتر بگم بنده خدمت ایشون ارادت داشتم. من هر کاری که بتونم برای کمک کردن بهش میکنم. خانم لزومی نداره که محمد علی رو منتقل کنم به بنده ادامی ها. به جرم قتل سه نفر، از انگشتش روی اسلحه و چاقوی جراحی بوده. منم جاش بودم فرار میکردم. کی گفته محمد علی مجرمه؟ ایشون متهم به قتله، هنوز هیچ جرمی ثابت نشده. بهش بگید بیاد پیش من. انشالله که حالشون زودتر خوب بشه. خداحافظتون باشه. من میرم اینو پرداخت کنم. سلام. حسامی هستم. از دوستای بازاری پدر محمد علی یه پیغام دارم باید بهتون بدم. شما نامزد محمد علی هستین؟ بله من نامزدشم، ولی الان من ارتباطی با محمد علی ندارم. همین الان بازپرس پروندش از این در رفت بیرون. برین از ایشون بپرسین، برین از اطلاعاتی هایی که جلدر بیمارستانم بپرسین. من بازپرس و قاضی و اطلاعاتی نیستم خانم. محمد علی منو نمیشناسه. یه کارت بهتون میدم، بهش بدین بفرمید که 50 تومن شارژ شده. به زیر 20 برسه بازم 50 تومن شارژ میشه. یادتون باشه اینو از من نگرفتید. اون حسابم ربطی به من نداره.
من میدونم چوب پاک دستی باباشو میخوره. برای در امان موندن از شر اونا هر چقدر پول میخواد خرج کنه. نه من شما رو دیدم، نه شما منو. بهش بگید سراغی از من نگیره. بفرمایید. رمز کارت داخل پاکته. با اجازه. همچین دلم خنک شد. زدین تو دهن رئیس بیمارستان. پیغامتونم رسوندم. مترون بیمارستان گفتن که پیغامتون رو میرسونم بهشون. با اجازتون. من باید یه جوری بیمارستان برم بیرون، کسی منو نشناسه. من که میدونم چی تو سرته. اون بیرون همه چشمشون به این اتاقه. مگه نشنیدی رئیس بیمارستان چه پیغامی برام فرستاده بود؟ مامان، یه روپوش برام جور کن. یه روپوش پرستاری. وا سارا، اما تو رو خدا دورت بگردم. من باید از بیمارستان برم. اینم یکی از اون چیزاییه که من نمیدونم. واسه این میگم اگه نگی بهم نمیتونم کمکت کنم. من باید یه جا مستقر شم. برم بشینم قشنگ تجزیه تحلیل کنم اینم اصلا چه اتفاقی افتاده تو این مدت. بعد برات میگم سر وقت. یه جا ببین، خونه یکی از دوستای من هست، از همکارامه. الان چند وقتی رفته شهرستان، اونجا استاد مهمان شده که انتقالیشو بگیره. میتونم کلید اونجا رو بهت بدم. کسی هم اونجا نیست. شاگرداش آدرس اونجا رو ندارن؟ نه. واقعیتش اونجا رو خودم براش گرفتم اگه ریا نشه. آدرسشو هیچکی نداره. منم هفته یه بار میرم گلا رو آب میدم. یه جورایی مثل جنگل شیرهوده. فقط خودم و خودش در جریانه. جنگلتون؟ ببین، کلید اونجا دست منه. صابخونه هم داره ولی کاری نداره. میتونم کلیدشو بهت بدم بری اونجا. کسی هم خبر نداره. مامان بابات هم نمیدونن؟ مامان بابا نمیدونن. شاید محمد تاها بدونه تقریبی کجاست. اونم یه بار داشتم میرفتم گلاشو آب بدم، مامان گفته شب محمد تاها هم باید بیاد. میگه مامانت نمیدونه. بعد محمد تاها هم راست اومده. محمد علی، نخوا مچ بگیری، حواسم هست. محمد تاها چون شب بود پیش عزیز بود، مامان گفت محمد تاها رو هم با خودت ببر. اگه امنه باشه میرم. فقط کلید آدرسش هم بهم بده. کلیدش خونه است. آخه خونه است که نمیشه بیام باهات بگیرمش. دنبالم میکنن، دوباره آدرسامو پیدا میکنن. خب محمد علی، واسه همین دارم بهت میگم چی به چیه. بهم بگو، دست و پام نلرزه، دارم بهت کمک میکنم. میخواد تفره نروده، بگو دیگه. زمانی که تو فعالیت زیرزمینی بوکس بودم، زمان دانشجویی، یه آقایی به اسم مشتاقی منو پیدا کرد و اونجا با هم رفیق شدیم. الو 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 خدا، الو کجای شما؟ اما خطا قشتن. الو 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 خدا، الو فلیسی چرا خیلی زنگ زدیم بگیم کارمون جوره دارم در تو رو مولا ما رو گذاشتیم. لمه کنه قضیه سیب و تموم، یه سیب و عدود اون سیب کرده ماها رو بعد جوری کبول. نه این رسمه پاده بود،
من نه ایوبم نه صبور، من یه مصومم یه جوون که کپ ایران نله قلاده نبود. مثل من زیاده همه چی تموم که شده همه چی تموم، واسه شون میگی یالا مرسیه لخونو برو بدون قدر جوونی تو جوون میگم بس. خسته نباشی، مگه بهت اشاره نکردم نزنی؟ چرا زدی؟ منو زد میانو کل وسط رینگ، مگه ندیدی؟ مگه من مدیر برنامه اونم؟ بهت گفتم مشت بخور باید بخوری، از اون بعد میاد سهمت نصف شد، از این بعدم میخوای بازی در بیاری من نیستم. تو که میتونی هر شب انقدر پول در بیاری، واسه چیه من بازی در میاری؟ هفته یه بار، دو هفته یه بار میای اینجا، بعدش هم گن میزنی به همه قرار مدار رو. تو خیلی خفنی، حرف نداری پسر. عجب چیزی که یه بار حرف زدیم دوباره با من حرف نزن. ما جوونیم، الان میتونیم پول در بیاریم، خودمونو ببندیم. تا کی قدرت تو این موضوع هست؟ الان هم شرایط واسه من فراهمه. گفتم دوباره راجع به چیزی که با هم حرف زدیم با من حرف نزن. خیلی بد خلقی، بد اونقی، ولی من امشب و بیخیال میشم سهمت رو کامل میدم. هر وقتم اومدی تو ریک به حرف من گوش کردی دو برابر بهت میدم. الله عادت ندارم راجع به چیزی که یه بار با هم حرف زدیم دوباره حرف بزنم. گفتم شاید با اون مشتی که زد تو سرت سر هم بیای. راجع به مشت و سر با هم صحبت کردیم، گفتم اگه بزنم تو سرم میزنم، برای من قرارداد من و تو مهمه نه تو با من. بر پدر من لعنت اگر یه بار دیگه راجع به این چیزا با تو حرف بزنم، اینم سهمت کامل. در مورد اینم با هم حرف زدیم، پدرتو لعنت نکنم قط. سلام. سلام. یه عرض داشتم خدمتون جناب بوکسور. عادی برنامه همون یکم اونجا رد شد، میتونی باید صحبت کنه. من یه سوال شرعی دارم. ببین آقا جان، من مش خورده تو سرم، اعصابم ندارم، برو خدا یه جا دیگه روزی تحول کنم. رابین هود شدن اشکال شرعی نداره؟ بابت کتک زدن و کتک خوردن پول بگیری بده فقرا اشکال شرعی نداره؟ میدونم که دلار رو به ریال تبدیل میکنی تا به دانشجوهای بی‌وضاحت کمک بکنی. میدونم که دنبال اینه که فقر رو ریشه کن بکنی، دنبال اینه که فساد رو ریشه کن کنی. میدونم که دنبال عدالت طلبی هستی. از تو هم دارم میدونی؟ آره میدونم. مال قبل از دانشگاه است، قبل از رشد. تو چقدر میدونی؟ آره، اینم خوب میدونم که این راهش نیست. ببین، دانشگاه بودی، استدیو بودی، باشگاه بودی، اینجا و اونجا غریبه راه نمیدن. من هم یه چیزهایی میدونم، دانای کل. آفرین، خوشم اومد، بریکلا. دقیق، باهوش، متمرکز، قوی، همونجه که دلم میخواد و فکر میکردم. تو خیلی فکر میکنی ها. حالا اومدی خواستگاری؟ عمه ترشیده داری؟ حرف بزنیم بوکسور، حرف بزنیم خواننده معترض. خستم، گفتم بهت، خسته. خستگی، غم دل، سکوت، زبون غوغای درون آدمای به درد بخوره. ببین، تو غیر از اینکه هم همه چی رو میدونی و فکر میکنی، شاعر خوبی هم هستی. تموم شد. یارو کی همش اونجاست؟ نمیدونم، نشسته بود اونجا واسه خودش گریه میکرد، زیر لب با خودش حرف میزد. نمیدونم کی راش میده تو؟ میگفت با این ساب استدیویه همه هنگ کرده. باش بریم، این کاری نداری. بریم. خب سرچ میکردی تو اینترنت، دنبالش میگشتی، از بابات میپرسیدی. سرچ؟
اسمش مستعار بود. فقط 10 تا کارت شناسایی عین اصل ولی جعلی به من داده بود. ازش حقوق میگرفتی؟ اولش حرفی از حقوق و اینا با هم نزدیم. یعنی نه اون چیزی گفت نه من درخواستی داشتم. ولی بعدش خودش از یه سری شماره حساب و بانکای مختلف برام پول میریخت. بعد از اینکه گذشتش دیگه گفتش بیا بریم تو کار تجارت نفت. منو شروع نکرده بودیم تجارت نفت که دیگه این دادسرا و این بدبختی ها این دردسرا هم برای من شروع شد. همه اینا رو به بازپرس به اطلاعاتی گفتی؟ گفتم. میگن تو جنوب شدی یه کانون برای یه شرکت نفتی که به خاطر پول نفت خون میریزه. مأمور شده بودی مادر پدرتو بزنی. تو راه برگشت از زدن مادر پدرت خوردی زمین، یه تیر در رفته خورده تو گردنت. میگفتن میخواست خودکشی کنه. فرضیشون زیاده سارا. من باید یه سری مدرک پیدا کنم برای اینکه بگم بیگناهم. سارا فردا کلیدو بیار امامزای سال دم ورودی خانوما. یکی میاد ازت میگه برام لباس بیار لطفا، یه ذره پول بیار، کارت بانکی بابا برام بیار. سارا من خیلی تنها. تو میدونی من تا آخرش با آدم این چه حرفی هم میزنی؟ الان دیگه برو. شماره هاچبکه مامانو دادم به پلیسا. یهم میان اینجا میبینن بلاکو منو پیدا میکنن. بعد دیگه باید بیفتم زندان. دیگه اون آمپولایی که نتونستم به ماما بابا بزنم میان اونجا میدم به یه زیر حکم پول میدم به من بزنه تا روان پریشم نفهمم دیگه دارم چی کار میکنم. خیلی خوب من میرم. یکی این که به هم بگویم کی قراره بیاد اونجا از من بگیره. خودت؟ بردی زمینه؟ یکی میاد. امشب کجا میری؟ از دوستت یه سیم کارت میگیری با یه تلفن. سیم کارت به نام دوستت نباشه. یه شماره بهت میدم، اون شماره برای من یه دونه تک زنگ میندازی که من شماره تو داشته باشم. شماره ای که من بهت میدم و هیچ کسی نباید داشته باشه. سارا 11 ظهر به 12 شب هر روز به من زنگ میزنی، منتظر زنگتم. تو تایمایی که به من زنگ نمیزنی حتما باتری گوشی رو در بیار، گوشی باید کاملا خاموش باشه. خواستی بهم زنگ بزنی بغل تلویزیون، وای فای، دوربین، هیچ چیزی که صدات زد بشه یا ببینن، دستگاه الکترونیکی نباشه، گوشید اندروید نباشه، ساده باشه. شماره تلفن‌های مامان تو همه رو دارن. شماره تلفن‌هایی که من باهاش به مامانت زنگ زدم و دارن. اگه خواستی این بر اون برم بری یا با مترو برو یا تو خیابون دربست بگی، آژانس اینا نگیری. سارا شماره منو به کسی ندی، هیچ کسی نباید داشته باشه. دیگه الانم برو دیگه، من اینجا یه ذره استرس میگیرم. خب اون ماده داخل آمپول که نشون میده که تو بیگناهی، پس چی بهش توجه نمیکنی؟ اگه میگفتم پرستاره گرفتار میشد. چه گرفتاری میشد؟ اومده تو رفته خطش کرده، دیگه درد سرش کجاست؟ میگفتن باش هماهنگ کرده، بهش پول داده که بیاد قطع کنه، بهش آمپول بزنه. میگفتن اینا با هم ساخت و پاخت کردن. من برای بیگناهیم دلایل محکم تری احتیاج دارم. بعد انگشتری که بهت داده بودم چرا دستش بود؟ میدونی راستش من تو وسایلتون این انگشتر رو که دیدم تعجب کردم. روش نوشته نوشته ماشاءالله. می فکر کنم برای قدرت بازوتونه. لا اله الا هو هم برای خدا دوستیتونه. استغفرالله هم مال توبتون از این تتوهاست. درسته؟ چیز خاصی نیست، فقط یه انگشتره. جالبه. اگه خوبه
جالبه براتون باشه برای شما. نه نه من فقط فضولیم کل کرده بود، بگیرینش. باشه برای شما. تو اون حال آدم باشه رو تخت بیمارستان، هر کی بهش یه محبتی بکنه یه چیزی از آدم میخواد، آدم بهش نه نمیگه. من یه انگشتر از من خواست. همینه. ای برو دیگه، الان اینجا هم خیلی وقت بایستدی. خیلی خوب، مواظب خودت باش. فراموش نکنی یا گوشی حتما خاموش باشه ساعتایی که بهت گفتم. سارا جانمازت. نظری من قهوه پروفسور حرف نداره، بدون شک بهترین قهوه دنیا. باور کن پروفسور، زحمت بکش یه قهوه بهمون بده. بیا نوری تو هم میخوای استکانده بده؟ بیا نوری. ببین با گردو شکستن و گردو فروشی به جنگ نمیرسی نوریا. من جور حرف میزنی محسن چاخان؟ من همش یه جور صحبت میکنم، منتها تو باطنی حرف منو بفهم نوری. اصلا بگو ببینم مهری زن چقدره؟ 40 تا سکه طلای تمام آزادی. اوه پس خاک به سرت. ببین ازمن میشنور، برو دستشو ببوز، 4 زانو بشین، خودت خلاص کن، اینجوری آزاد میشی. من قهوه و سیگار میکشم، آزادی آزادم، نه زن دارم، نه بچه دارم، از 7 دولت آزادم. تو به این میگی آزادی؟ بله. این زباله است. نفهمیدم، شما خودت چند وقت پیش داشتی میگفتی تو جوانیت کلی عشق حال کرده، حالا به ما که رسید شد زباله؟ نه عزیزم، من خودم هم زباله. الان نسبت پروفسور. نه بابا، آخه شما برای چی زباله باشی قربون شکله؟ عزیزم منم به همین آزادی معتقد بودم. بعد با همین آزادی رفتم مواد کشیدم تا معتاد شدم، از دانشگاه اخراجم کردن. داشتم دارو ندارم از دست میدادم، رفقا پیشنهاد کردن هرچی داری بفروش. پول کن بذار توی یکی از این مؤسسات مالی اعتباری، سود خوبی میدن. 10 برابر حق و تدریس پول در میاره. رفتیم و هرچی دارو ندارو داشتیم فروختیم، گذاشتیم توی یکی این مؤسسات. اونا هم نامردی نکردن، همه اون پولا رو مال من و دیگران رو کشیدن بالا و تمام. منم افتادم به پی سی و آخر سرم اومدم تو این گرمخونه، الان در خدمت شما دکارت درس میدم به شما دانشجو نسیست. ای داده بیداد، آخه قربون شکلت، شما که آدمی درس خونده هستی، تحصیل کرده و عاقلی هستی، چرا باید یه همچه خبطی بکنی؟ موضوع تحصیل کرده و اینا نیستش که، هزاران عاقل دیگه هم این کارو کردن. طمع ما، طمع اون مؤسسات مالی، اونا زباله، ما زباله، دو تا زباله با هم رسیدیم آخرش شد اینجا. ای بابا، اینقدر زباله مباله کردی که بو آشغال گرفت. من برم یه هوایی بخورم، یه قهوه بزنم و بیام. اسم کارت شناسایی؟ سلمان سوری، سلمان حسین سوری و سال. کارت ملی؟ دادم نونوایی نون گرفتم، فردا پول میاد دستم میارم خدمته. یعنی شمالش تو ذهنت نیست؟ مجموع اسم خودم به زور یادم. من یه اومدیم زفتنان ریاست جمهوری رو داریم تو جونم مادره. تا حالا این طرف ها اومدی؟ نه اینجا نه ایش کرم خونه دیگه نرفتم به مولا. شا
شبا کجا میخوابی؟ جا خواب جا واسه کفی بازه ایونا ما بعد وقتی چرا همه رابطه زیر آسمان روز کردیم بغل پارکی پولی شم شده یه کارتون یخ شدم که باشه دیگه هتل یه ورزشکاری؟ بودم یا خوب مرا همه یه ما مدنی یه جا خوب بده باشه بیا بیا یا پر اخواری زمین اینجا بیا بیا اصلا بخواب رو همتر بابا قهوه آوردم قهوه می‌خوری؟ قهوه چه کوفتی بازو بخور بابا ببین گوش کن ببین چی بهت دارم میگم روبرو گرم خونه یه پارک هست وسطی پارک نزدیک دستشویی یا یه اتاق مخصوص خودم بعضی شبا میرم اونجا میخوابم پاشه امشب برو اونجا بخواب بگو مدنی من فرستاد است در باب میکنه برای پاشو خواهی خوش رو خودت نمیخوابه برای اینکه کسی دنبالی من نیست همه الان دنبالی تو هن پاشو الان است که در گرم خونه رو ببندن تو اینجا میفتی تو تله ها پاشو پاشو غریبی تو اینجا پاشو اون هم حال داری بچگی که به دنیا اومدیم افتادیم تو تله دنیا الان مشکوک شدم من معتادم من معتادم چرا شلوغش میکنی؟ نه همه هم تو تله دنیا نمیافتد نمونش با خدا بیامرزه با آبرو زندگی کرد با آبروم ره من بدبخ بی آبروم معتادم کردن بعدم اخراج شدم هیچی دیگه برام نمونده است حتی بازنشستگی هم ندارم انقدر جلو زن رو به چمخه جالت کشیدم که از خونه زدم بیرون برای خودم کسی بودم کارمندی دادگستری بودم حکم ابلاغ ببردم در خونه برو اما اشتباه گرفتی برو زو بخوابی باز دوباره میگه اشتباه گرفتی میگم حکم ابلاغ ببردم بابات منه میشناخ ببین امروز همه جا گفتن شناسایید کنم هم از اماکن هم از طرفی اون حیولا هزار دست میدونی که اون بیشرف همه جا آدم داره بعید نیست همین ها به کزونا باشن اون بیشرف منو معتادم کرد پول به این میداد میگفت حکم ابلاغ نبه اولی را نیم بردم دومی را نیم بردم سومی را نیم بردم حکم قیابی میزدم بعدم از اون کسی که دست رو برده بود مایه میگرفتم همه راجب کف بزنیم آب بریکلا معلوم است باهوش یا پسر اون بابای ببین بعد جوری عصبانیشون کرده چوب کرده تو لون زنبور توهم زدی من اونی که تو فکر میکنی نیستم هم تو گرم خونه غریبی هم عکست همه جا پخش شده است نگاه همه از طرف آدم خوبا همه از طرف آدم بدا دارن میان دنباله بیا خوش اومده ببین من مخبرم یعنی اطلاعات میفوشم به هر کسی که خریدارش باشه گوش کن این شماره من است هر کاری بگوی برات انجام میدم فقط باید پول باشه البته یه خط قرمزایم دارم اما بیشرفی و آدم کشی و اسید باشی تو مرامم نیست چند دقیقه دیگه اینجا یه اتفاق میفته برو همون پارکی که بهت گفتم اتاق مخصوص خودمه خیالت جمع بابا
برو بشین. بگی بخواد. بس برو بشین. برو زری جا. میدونم وقت خوبی نیست واقعا. بنده خدمت رسیدم هم برای عرض تسلیت هم یه چند تا سوال. واقعا متوجه هستم که همگی تعلم داریم. سلام عزیزم، حجرم. سلام علیکم. سلام حجرم. ما رو بازداشت یه امشب یه خواب خوب تو بازداشتگاه بزنیم آجان. خمارم برم نردم. برو آقا جان، برو پی کارت. کلانتری که جای خواب نیست. حیف این جوانی نیست؟ خودتو به این روز انداختی؟ خدا خمارم من اصلا فراریم و دنبالم هم خطرنم شما منو بازداشت. برو آقا جان، برو دنبال کارت. اعصاب ما رو خورد نکن. مهربون یه خواب دیگه جان اومد. بفرمایید. برو دنبال کارت. بریم. کنار تلویزیون یا گوشی اندروید نباشی، همه رو خاموش کن. نه تو همه مسئله تو چون میشنوی؟ مطمئن شما مانه که کسی نمیشنوه صدامونا؟ نه خیام به فرق بشیم، فرق خدا میدونه دارم با تو صحبت میکنم. محمد اینجایی که میگم بیا، فقط با احتیاط. محمد علی دیگه واقعا دارم میترسم. خوبه که بترسی، فقط مراقب باش کسی تعقیبت نکنه. باشه مراقب خودت باش. خدا کدوم گوری هستی آخه؟ سلام علیکم. ای جهر مار. نه زری خانم زیبا، همه شما آخه چطوری؟ چاخم پاخانه خالی بند. زود بگو ببینم چیکار داری. کار دارم میخوام برم. یه نه نه این موقع شب اومده بیرون تو گرم خونه راحت نمیدن دا قافات نشه برا. یه دفعه دیگه من بگی ننه نگفتی ها؟ گرم خونه هم هیچ وقت برای زرین خانوم بسته نمیشه. عجب بازه هپری هایی مثل توی بسته میشه. کار تو بگو. باشه ببین، بختت گفتست ننه جون خوام بفرستم سیاحت و زیارت کیف کنی. من نه ننه تو هم نه زیارت برو هستم. میدونم من منظورت از زیارت برو مباد پواده. چند دفعه بهت بگم من دیگه تو کار این کارا نیستم، خلاف این کنم. خلاف؟ کی گفت خلاف کن؟ ببین رأسی ساعت که من بهت میگم میری، یه جایی که من بهت میگم پیش، یکی که من بهت میگم یه کلید میگیری یا میای خلاف؟ فقط یه کلید بابا، ما کلی کار با هم کرده، نون بهت رسوندم، یه کلید توی کیفست میگیری یا میای خلاف؟ خر خودتی، یه کلید توی کیف که مواد پابادم توشه. آره من این کار نیستم. خواهری من، دختری من، زیبا، الیزابت، مواد پواد کجا بود؟ اصلا یک کاری کن، شما وقتی رفتی اونجا کیف از خانومه گرفتی توشه نگاه کن، اگه مواد بود نگی. خوبه؟ ببین اول میری پول کارت به کارت میکنی، بعد میرم. دفعه
که بعد یه جور ارزه به خرج بده ببندش به تخت و من برسم. آخه معلوم نیست اون بود یا نه. خاک بر سرت، خاک بر سرت. برات عکس فرستادم نفهمیدی؟ با یه معتاد که چند وقت پیش کار میکردم یه آمار بهم داده که امشب اینجا بوده. این معتاد راستگو کی بوده؟ ولی قربان اهل عمل و هشیش و شیشه و دود جماعت خالی بندن. شما حرف اونا رو اعتماد میکنیم، حرف ما اعتماد نداریم. اون که فرار کرد. حالا تو میخوای من مخبرم به تای پیزوری لو بدم؟ شما بگید کیه تا نواشه داشته باشم. تیم من مخبرشو به کسی لو نمیده، حتی مخبر در پیتی مثل تو. از خال خریدن گذشته قرمونت برم. اون تو رو خدا گفتم که خال نمیخوام، قرمونت برم. اون تو رو خدا دیگه حتی پول سادونه برم. همون تو که همیشه اینجایی، این موقع سال اینجا برد برای چی اومده؟ اینجا سرده. همیشه هم اینجوری مردم هم به خطر همین همیشه میان اینجا. با اینکه بابا جون وصیت کرده بود همگی بعد هفتش رنگی بپوشن، ولی من دلم نیومد دوستاری من رنگی بپوشن. خدا بیا اون مرضاتشون گندم جان، بالاخره وصیت بوده دیگه، باید بهش عمل کرد. سارا جون جانم میام، کاش که میدونستیم دایی محمد علی کجاست، داری چی کار میکنی. کاش که عزیزم، کاش که. سارا جانم میگم شما میدونید دایی محمد علی کجاست؟ نه عزیزم نمیدونم. گندمون سیب زمینی ها رو پوست میگیری، یکیشو بذار بمونه. یکیشو بذارم بمونه؟ آره دست به جنبون. سارا جون بیا اینا رو قشنگ باریک حلقش کن. واسش قضا میذاری، میخوای ببری واسش، میدونی کجاست، به منم هیچی نمیگی، چون که من دشمنتم، من نامحرمتم. سارا یعنی واسه چی باید بدونه؟ من میرم این هم برای واسه دای محمد علی، این موقع گندم چیزی نفهمه. گندم این کارو چی؟ پس به خاطر همین بگو بزمونه. ازم دست به جنبون بودو، نمیرسیم به نهار و گندم. سارا پولیس بازیه. آره ازم مسابقه است. حالا کمتر حرف بزن، قشنگ فکرتو جمع جور کن، کارا رو خوب انجام بده، میخواییم برنده شی. چشم استاد. کجا رو بده؟
نرسم. برو برو برو. بسه درد نکنه. نون تازه. بیا قرمونه دارم بابا. بیا اینو بخوا. خوشمزه هست. چیکار کنی بچه؟ بزن به چک! بزن به چک! داره غذاشو میخوره. کافه چی؟ آشغال را دادی؟ بوش همه جا را برداشته؟ بخواه همه. بیا برو بابا جان. آروم بابا، آروم. نه تو مراقش های مردم یه آشغالی بشن مثل خودت. گت آرومه، بقیهش هم بده صدقه. سمیه هرزه به تنه بعضی درخت ها سفت و سخت چسبیده پیچک، حتی گاهی رفته بالا پیچک از دوش مترسک. سمیه هرزه قیچی باق بون آخر دم پیچک ها میچینه، خود پیچک ها میدونه. آخر قصه همینه، عمر پیچکای هرزه به یه نیش قیچی بنده، بوی عیدی که می پیچه. لبای قنچه می خنده